بمصادر رسیدن به هدف چهارم ملی صنعت کنانی با سرعت کشور، مقامات اجرایی حکومت دولتی ناهید جبارسولوف دقت اساسی را برای تأسیس دادن کارخانه های نو، رشد صاحبکاری خرد و میانه، زیاد نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی، فراهم آوردن جای های نوی کاری، جلب متخصصان و سرمایه گذاران، کارکرد اشیای خام محلی و استفاده اقتدارهای بازایستاده روانه نموده است. طبق اطلاع مسئولین شعبه اقتصاد و سودای مقامات اجرایی حکومت دولتی ناهید جبارسولوف، به حالت 1 ایول سال 2023 در ناحیه 50 عدد کارخانه کارگاه های صنعتی موجود بوده، از شماره عمومی کارخانه ها 26 عدد فعالیتشان دائمی و 24 عدد موسمی می باشند. در کارخانه های صنعتی ناحیه زیاده از 127 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی و موسمی تامین می باشند. در دوام 6 ماهی سال جاری در ناحیه 13 عدد کارخانه های صنعتی تشکیل کرده شد. از این 6 عدد کارخانه نو و 7 عدد کارخانه از شهادتنامه تاریخی گزارش به سایه صنعت به قید گرفته شده است. اصلا این کارخانه ها با استحصال محصولات صنعتی از آن جمله استحصال مواد ظرفشویی، در و تریزهای پلاستیکی، محصولات قنادی، نانی، شیری و ساختمانی می باشد. کارخانه صنعتی ناحیه جبارسولوف در نیم سال 1 سال 2023 حجم استحصال محصولات صنعتی را به مبلغ 179 میلیون و 815 6 هزار سومانی رسانیدند که نسبت به همین دوره سال گذشته 95 میلیون و 257 هزار سومانی زیاد گردیده که سرعت افزایشی آن به 212.7 فایز برابر گردید. فعالیت کارخانه های صنعتی ناحیه اساساً به استحصال محصولات ساختمانی، نساجی، استخراج، مواد خوراکه، آب نوشاکی و کارکرد پخته و استحصال رسمانی دونوگه نگرانده شده است. بخشیده به اعلام گردید سالهای 2022-2023 سالهای رشد صنعت که از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان اعلام گردید است، در ناحیه 25 کارخانه و کارگاه صنعتی با 500 جای کاری ساخته به استفاده داده می شود. باعث ذکر است که دوام سال 2022 و در نیم سال 1 سال 2023 در ناحیه 24 کارخانه و کارگاه صنعتی زیاده با 350 جای کاری به قید گرفته شده. در دوام سال 2022 و در نیم سال 1 سال 2023 در ناحیه 24 کارخانه به قید گرفته شده است. از 24 کارخانه کارگاه های طی 2 سال اخیر افتتاح یافته، 11 عدد نو به فعالیت شروع نموده، 13 عدد دیگر از شهادتنامه طریق گزارش به صاحب صنعت به قید گرفته شده است.